در انگلستان بوریس جانسون وزیر خارجه و پنی موردان وزیر توسعه بین المللی انگلستان در یک بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن دخالت های رژیم آخوندی در یمن خواستار توقف ارسال سلاح توسط این رژیم برای شبه نظامیان شدن. شدند. در این بیانیه آمده است سازمان ملل اعلام کرده رژیم تهران تحریم تسلیحاتی به یمن را با ارسال موشکها و پهپادها برای شبه نظامیان نقض کرده است. گروه تحقیقات بین المللی تسلیحاتی جنگ CIR اعلام کرد اسناد و قطعات یافت شده نشان می دهند که بمب‌های های استفاده شده در یمن توسط رژیم ایران تمین می شود. پرس گزارش داد رئیس این گروه تحقیق می گوید کسی نمی تواند این گزارش را رد کند چرا که اجزای این بمب ها رد پای توضیح کنندگانش در ایران را دارد. از جمله بمب‌های جاسازی شده در فایبرگلاس که مملو و از مواد انفجاری هستند یافت شدند. این بمب‌ها می توانند به ارتباط رادیویی و به ماشه مادون قرمز مجهز شوند. آسوشیتد پرس افزود گزارش گروه کارشناسی سی آر در شرایطی داده می شود که محققان غرب و سازمان ملل رژیم ایران را متهم به تأمین تسلیحات برای شبه نظامیان یمن کردند. این خبرگزاری نوشت رژیم ایران اساساً از رویارویی مستقیم با دشمنان خارجی اجتناب کرده و بیشتر روی گروه های دست نشانده که توسط نیروی قدس سپاه پاسداران سازمان داده می شوند خود را به پیش می برند.